کسی هستش که بی پولی رو تجربه نکرده باشه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. کسی هست که تنهایی رو تجربه نکرده باشه؟ کسی هست که جدایی و قهر و شکستن یک رابطه رو تجربه نکرده باشه؟ و یا مشکل توی زندگی رو کسی هست که تا الان تجربه نکرده باشه؟ همه ما یک جای سختی و یه مشکلی رو تجربه کردیم. حالا آیا در جمع ما کسی هستش که شفا و سلامتی رو بعد از مریضی تجربه نکرده باشه؟ چه بگه من مریض شدم خوب نشدم، همونطور مریض هستم. حالا شاید بعضی از کیسا باشه ولی به هر حال سرما خوردیم خوب شدیم. آیا این که بگیم توی یک شرایطی من بی پول شدم دیگه پول اصلا ندارم، همینطور فقیر موندم، و یا این که سختی و یا مشکلی اومد و هنوز این سختی و مشکل از دوران کودکی با من هستش، و یا با کسی قهر کردم و من این قهر و این جدایی رو تجربه کردم اما به صلح نرسیده. همه ما بعد از آسیب و مشکل و سختی که توی زندگی دیدیم این تجربه رو داشتیم که اون سختی و مشکلات حل شده، درسته به نوعی دیگه تبدیل میشه، اما این نبوده که ما در اون سختی و مشکلات بمونیم. تصور ما چیست؟ چه چیزی دلیل بر این شده که بین این فضایی که در سختی و مشکلات و در رفع مشکلات بوده دلیلی شده که من به پیروزی ها برسم، من به سلامتی برسم، من به یک همت خوب برسم؟ چه چیزی بوده؟ نه خب امکان داره طرف ایماندار نباشه، اصلا امکان داره شخص خدا باور نباشه که بگه تا خدا رفع کرده. هیچ چیزی غیر از امید نیست. این امید هست که حتی برای اونایی هم که خدا رو قبول ندارن میتونه همتی باشه برای رفع سختی و مشکلات و مریضی و رنج هاش. احمد شاملو رو خب خیلی هم میشناسیم، عمدن از ایشون میگم، اعلام میکنه من و خورشید را هنوز امید دیداری هست، هرچند روز من آری به پایان خیش نزدیک میشود. و سعدی اعلام میکنه خوش است درد که باشد امید درمانش. امید فقط یک واجب یه رضایتمند و خوشایند نیست، بلکه یک قدرت درونیه، یک قدرت دینامیکی هست که باعث میشه تا افکار و دل و احساسات من بتونه آینده رو خوب ببینه، همت ما رو بلندتر میکنه، پیام پیروزمندانه ای رو از طرف ما به گوش مخاطبین و اطرافیانمون میرسونه و نشاط شادی در چهره ما نمایان میشه. اما چگونه هست که ما نمیتوانیم همیشه امیدوار باشیم؟ یکی از بزرگترین دلایلی که مانع این امید میشه ترس های ما هست. وقتی که اجازه میدیم این ترس ها ساکن بشه بر افکار و احساسات ما، ترس از دست دادن آنچرا که دوستش داریم، باختن دارایی هامون، از دست دادن عزیزانمون، از دست دادن ثمره زندگیمون، آنچرا که سالها براش زحمت کشیدیم و در اون موقعیت چقدر فعالیت کردیم. نویسنده اعلام میکنه بازندگان کسانی هستن که از باختن ترس دارن. در کتاب ایوب 3:25 هم همین میگه، ایوب میگه از آنچه که ترسیدم به سرم اومد، چرا که نگاهش به امید نبود، او خدا رو باور داشت اما نگاهش به اون امیدی نبود که از طرف خداوند بود. ترس از ضعف‌های خیش، ترس از ترد شدن‌هایی که حتی روی تعلیمات مذهبی ما میتونه باشه، تجربیات سخت ما در دوران کودکی میتونه باشه، حتی تهدیدها میتونه باشه و حتی باورهای عقیدتی ما میتونه باشه. ترس از شایسته نبودن ما
در حضور خدا، در حضور دیگران که خودم رو لایق این نمیدونم که خدا کمکم، پس انتظاری هم ندارم، شایسته این نمیدونم، دوستانم کمکم، پس از این روی امیدی ندارم. ترس از عدم هدف مقدس و انگیزه خوب که باعث شده دنیا رو عبث و پوچ ببینم. پس بنابراین توی مشکلات و سختی ها سعی و تلاشی هم نخواهم داشت که گذر کنم از این مشکلات برای رسیدن به پیروزی ها. ترس از اسارت ها، عادت های بد، اعتیاد، گناه که نتوانستم از اونها آزاد بشم، و ترس از مرگ و هلاکت و نابودی و شکست. نویسنده اعلام میکنه در زندگی دو راه بیشتر پیش رو نداریم، یا فرار کن از ترس هایت یا تعقیب رویاهایت را. راه سومی وجود نداره که ما رو بتونه به موقعیت های خوب و پیروزمندانه برسه. برای مبارزه با این ویروس ترس که دلیلش همانا ناامیدی های انسان می باشد، می باید به علت و معلول نگاه کرد. یعنی علت و معلول رو شناخت، یعنی خالق و مخلوق رو شناخت، یعنی خدای قدوس و انسان مقدس رو شناخت، و در این شناخت هستش که ما با امید زنده می تونیم روبرو بشیم. ارسطو اعلام می کنه برای دوام دوستی باید برتری و ارزش یکدیگر را بشناسیم، همدیگر را بشناسیم، ویژگی های همدیگر را بشناسیم. پس اگر من میخوام به امیدی حقیقی وصل بشم، باید خالق خودم رو بشناسم، علت خلقت رو باید بشناسم.